سلام دوستان خوش اومدید به این ویدیو میخوام در مورد فشرده سازی با اتون صحبت کنم ببینید شما وقتی که کندوتون رو فشرده میکنید زنبورها متمرکزتر میشن و کار میکنن داخل همون قاب اگه فضای قاب یعنی تعداد پوچهاتون خیلی زیاد باشه مثلا بهتون بگم شما یه گاب یه پنج گاب فشرده دارید یا یه هشت گاب فشرده نشده یعنی سه گابشون آزاده توی فصل پاییز هستیم توی فصل پاییز ما چون شهد رو کم میشه مخصوصا کسایی که توی مرکز ایرانن ما توی شهر قزوین هستیم مخصوصا همین اتفاق داریم ما شهر منطقمون خیلی کم شده سنگ از چون الان هم هوا مشخص نمیکنه یه بار هوا سرده یه بار هوا گرم وقتی که ما فشرده نباشه زنبور باز میشه یعنی داخل قاب هایی که هیچ هیچی نداره فقط پوکه خالیه دور اونجا هم جمع میشه و نمیتونه گرمای ها و ها رو تامین کنه. سعی قضیه اگه یه سرمای داخل کندو به وجود داخل یه سرمای توی منطقه به وجود بیاد زنبور اولین کاری که انجام میده تبدیل میشه به خوشه. تبدیل میشه به خوشی یعنی همه زنبورها جمع میشن بین سه گاب یا چهار گاب کند. سه گاب یا چهار گاب توی هر کند معمولا یه گاب دو گاب هم همین هست وقتی که این اتفاق میفته فرض کنید توی ف... شما زنبور رو فشرده نکردید و اومدید ملکه و زنبورا رو تحریک کردی برای تخ گذاری آب و هوا رو نگاه میکنیم میبینیم هوا خیلی سرد شده یه دفعه ای میاد کندو زنبورها خوشه میشن وقتی که خوشه بشن یعنی میان روی دو گاب یا سه گاب کندو خودشون رو جمع میکنن اگه ما فشرده سازی انجام ندیم میان خودشون رو جمع میکنن و باعث میشه که کندوتون سرماخوردگی به وجود بیاد یه بیماری هست به اسم سرماخوردگی وقتی که فشورد سازی انجام میشه بهتونم گفتم لارف ها و شفیره ها رو خود زنبور گرم میکنه و زنبور به دنیا میاد یعنی به اون تعادل خودش به دنیا میاد الان توی فصل پاییز ما باید حتما کندومون رو فشرده،, فشرده کنیم اگه فشردهم نکنیم این باعث پراکنده شدن زنبور ها میشه اگه دیدید توی کندوتون پوکه دارید اونا رو حتما ور دارید. دیدید مثلا شما بهتون بگم دیدید زنبور ها یه دو گاب یا سه گاب پن... یا تا پنج شش گاب تخریزی ده اگه اصل بود اصلها رو بذارید اول و کندو بعد تخما و شفیرها رو فشرده کنید بعد که دیدید پتانسیل اضافه شدن هست یه گاب پوکه بهش اضافه کنید نه یایید پوکه ها رو به, شد... به صورت پشت سر هم بهشون اضافه کنید این باعث میشه یه گفتم بیماری سرماخوردگی متمرکز نشدن زنبورها و پراکنده شدن زنبورها به وجود میاد که این پراکندگی یعنی اینکه زنبورها علنا هیچ کاری انجام نمیدن پراکندگی واسه کندو اصلا خوب نیست بعد میتونید خمیر جانشین گرده بهشون بدید یا خمی شیرین بدید یکی از دوستان از هم پرسید گفته شما چرا نیم شما چرا هفتگی میرید داخل زنبورستان و آب شربت بهشون میدید ببینید من چون میام توی سعی میکنم برداشت اصلمو توی اولای شهریور انجام بدم و توی این فاصله زمانی شهدی هم هست یعنی به جای اینکه من بیام چون من یه خب بهتونم میگم من وقتشو نمی کنم هر روز بالا سر کندو باشم سنگ قضیه میام با این روش میرم جلو یعنی اینکه میام توی شهری بر ما من شهد منطقه رو نگاه میکنم خب میگم هنوز شهد هست بس من برداشتم رو انجام بدم برداشت حالا میکنم حالا چه کم باشه این کار انجام میدم کسایی که زنبور دارن و شغل دومشون هست با این روش انجام بدید بیاید توی اولای شهریور برداشتتون انجام بدید و توی این فاصله زمانی بالاخره شهدی هم هست از زنبور شروع میکنه به اصلا جمع کردن بعد خمیر شیرین بهشون میدم خمیر جانشین گرده بهشون میدم و سعی میکنم یا هفته ای دو بار یا یا هفته ای یک بار برم بهشون آب شربت بدم یعنی یعنی چی یعنی خمیشیدین جانشین گرده هفته یه بار آب شربت رو بهشون میدم اینجوری باعث میشه که کندوم ضعیفتر نشه اگه من رفتم بالا سر زنبورستان این هفته تونستم بهتون ویدیو رو بهتون نشون میدم از این ویدیوی من خوشتون اومد لایک کنید سابسکرایب کنید کانالمو این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید یه کانال دیگه ای هم دارم در خصوص برنامه نویسی در خصوص حکه و در مورد دیتاس در مورد دیتا میخوام صحبت کنم اگه علاقه ای دارید به برنامه نویسی یا کار کامپیوتر یا اینکه بخواید جلوگیری کنید از هک شدن سیستمتون یا در مورد هک باشه بهتون صحبت میکنم داخل این کانال امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه تا ویدیو بعدی خداحافظ